سلام همراهان عزیز، وقتتون بخیر. در ویدیو آینده می‌خوایم از 0 تا 100 خدمات بهداشت ملی انگلستان یا همون NHS و بیمارستان‌های خصوصی این کشور رو، بیمه‌ها و با قیمت و ارزش بیمه‌ها و آپشن‌هاشون و کلاً شغل‌هایی که هر کسی دکترا یا پرستارا یا کارمندان دپارتمان‌های مختلف میتونن تو NHS یا بیمارستان‌های خصوصی داشته باشن، حقوقشون چقدره. تو قسمت اول بیاید یه توضیحات کلی در رابطه با NHS بدیم و اینکه نظر یک سری از بچه‌ها راجع به این NHS و تجربه‌ای که داشتن چیا هستش. خدمات بهداشت ملی انگلستان NHS یک سیستم مراقبت‌های بهداشتی با بودجه عمومی هستش که خدمات پزشکی را به ساکنان بریتانیا ارائه می‌دهد. در سال 1948 تأسیس شد و بر اساس اصل ارائه مراقبت‌های بهداشتی بر اساس نیاز به جای توانایی پرداخت عمل می‌کند. در اینجا چند نکته کلیدی در مورد NHS وجود دارد. اول از همه تأمین مالی. NHS عمدتاً از طریق مالیات تأمین می‌شود. دولت بودجه‌ای را به نهادهای مختلف NHS اختصاص می‌دهد که سپس این نهادها خدمات مراقبت‌های بهداشتی را مدیریت و ارائه می‌کنند. دو، خدمات NHS. NHS طیف گسترده‌ای از خدمات از جمله مراقبت‌های اولیه مانند بازی از پزشک عمومی، مراقبت‌های ثانویه مانند درمان‌های بیمارستانی و مراقبت‌های ثالثه درمان‌های تخصصی را ارائه می‌دهد. همچنین خدمات بهداشت عمومی و مراقبت‌های اضطراری را ارائه می‌دهد. 3، خدمات مراقبت‌های بهداشتی توسط طیف وسیعی از ارائه دهندگان از جمله بیمارستان‌های NHS، کلینیک‌ها و پزشکان عمومی همون جی پی که همه رجیستر شدین ارائه می‌شود. برخی از خدمات نیز توسط سازمان‌های خصوصی با هماهنگی NHS ارائه می‌شود که این خدمات توسط NHS تأمین مالی یا تنظیم می‌شود. 4، دسترسی. اکثر خدمات NHS در محل استفاده رایگان هستند. به این معنی که بیماران معمولاً مستقیماً برای اکثر خدمات مراقبت‌های بهداشتی هزینه پرداخت نمی‌کنند. با این حال برای برخی از خدمات مانند نسخه، مراقبت‌های دندانی و آزمایش‌های چشم هزینه دریافت می‌شود. اداره NHS در چندین نهاد و سازمان منطقه‌ای سازماندهی شده است. مانند NHS انگلستان، NHS اسکاتلند، NHS ویلز و سیستم مراقبت‌های بهداشتی و اجتماعی در ایرلند شمالی. هر کدام وظایف خاص خود را برای مدیریت خدمات مراقبت‌های بهداشتی در منطقه خود دارند. 6، NHS با چالش‌های مختلفی از جمله فشارهای مالی، افزایش تقاضا برای خدمات و کمبود نیروی کار مواجه است. تلاش‌ها برای رسیدگی به این مسائل و بهبود کیفیت و کارایی مراقبت ادامه دارد. NHS اغلب به عنوان مدلی از مراقبت‌های بهداشتی با بودجه عمومی در نظر گرفته می‌شود و نقش اصلی را در سیستم مراقبت‌های بهداشتی و شبکه امنیت اجتماعی بریتانیا ایفا می‌کند. در اینجا نظر چند تا از همراهان عزیز صفحه اینستاگرام زندگی در انگلستان رو با هم می‌بینیم و می‌شنویم. فاطمه گفته دو ماه پیش دستم درد می‌کرد، رفتم رادیولوژی، عکس گرفتن، هنوز منتظر جوابم. دیگه دیدم خودم باید دست به کارشم، شروع به حرکات اصلاحی کردم و نسبتاً خوب شدم. همینقدر مسخره. فقط نتونستم درک کنم وقتی نمیخوان جواب بدن چرا عکس میگیرن. هما گفته من حقیقتا نظر خودم رو میگم. با اینکه در ایران هم همیشه اگر عکس و آزمایش رو اسکن داشتیم، کلینیک خصوصی هم میرفتیم، روزای طولانی باید صبر میکردیم، نوبت بگیریم، بعد از اون ساعتای طولانی تو مطب و کلینیک های شلوغ منتظر دکتر میشدیم. با کلی منت و عجله یه ویزیت یا اسکن و آزمایش سریع و یه کیسه دارو الکی و هزینه‌های بی‌نهایت بالایی که با هر سطح زندگی بازم سنگین بود. اینجا خبری از استرس هزینه نیست. درست ممکنه دیر نوبت بشه، اما بسیار محترمانه با همه رفتار میشه و من یکی که شاکر و قدردانم. دوستمون با جاوا میگه که افتضاح، مادرم خیلی بهتر از پزشکای اینجان. اومد از جای دیگه میگه من بی نهایت راضیم، وقتی با سیستم ایران مقایسه میکنم بی استرس از هزینه ها است. فاطمه میگه به نظرم افتضاحه. محسن گفته که تا قبل از کرونا خوب بود ولی الان رسیدگی نمیکنن، همش پاسکاری و میگن صبر کنید. دوست دیگمون گفته که 9 ماه منتظر نوبت برای MRI هستم. بهروزم میگه حتی ارزش ندارن فوش بدم بهشون. فلاحی هم میگه کار که نه، بیگاری با حقوق بسیار کم، اشتباهات فراوان در خصوص درمان، سیستم ناکارآمد در مواقع اورژانسی. مهریار میگفته که ورشکسته، کند، به درد نخور، کادر کم سواد. مهرک هم میگه من چند سال پیش رفتم دندانپزشکی، دندانم رو شکست، بد کشید، 5 هفته چند بار اورژانسی رفتم، عفونت رو کشید و
بعد خودم متوجه شدم هنوز تو لثه دندون هست. زنگ زدن 111، دوباره اورژانسی فرستادن و من درست گفته بودم. کشیدن و نتیجه این شد که من دیگه نمیتونم بخندم. ماریا گفته تلخ‌ترینش این بود که سرطان پوست من رو که دیابت هم دارم رو بعد از 3 سال رنگ جوراب تشخیص دادن. دقیق نمیدونم رنگ جوراب تشخیص دادن منظورش چیه، شادم اشتباه خوندم نمیدونم. آرزو هم گفته به شدت بد، ضعیف، کم سواد، ناکارآمد و عدم استفاده از تمام پتانسیل هاشون از نیرو تا تجهیزات. مستانه گفته به نام خدا افتضاح. امیر تعریف کرده جوری گفته عالیه ولی تأخیر زیاده، یعنی زمان بره. ولی خب برای بیمار زمان بر بودن خوب نیست. صمد گفته افتضاحه. سارا گفته عالیه. سودابه گفته از نظرشون شما تا زمانی که نفس میکشید سالم هستید و هیچ مشکل جدی ندارید، آب بخورید، استراحت کنید. خوشبختانه دوست خوبمون دکتر کاظمی هم توضیحات مفصل و خلاصه مفید و جذابی آره داده تو برامون فرستاده که من ترجیح میدم در یک ویدیو مجزا اونا رو به اشتراک بذارم و احتمالاً ویدیو بعدی خواهد بود. برای قسمت اول همینقدر کافیه. شاد و تندرست و پر انرژی باشید. فلان.